سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. توی این ویدیو به زندگی مریم حیدرزاده و حواشی زندگیش پرداختیم، پس با ما همراه باشید. قبل از هر چیز این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید که از ویدیوهای جدیدمون زودتر از همه با خبر بشید. مریم حیدرزاده متولد 29 آبان 1356 در تهرانه. مریم شاعر، دکلمه‌سرا، نقاش و نویسنده ایرانیه. اون از اواسط دهه 70 کار خودش رو به عنوان ترانه‌سرا آغاز کرد و در اواخر همون دهه 70 بود که اولین کتابش رو به چاپ رسوند. از همون زمان تا امروز به عنوان ترانه‌سرا با بسیاری از چهره‌های موسیقی پاپ همکاری داشته. مریم حیدرزاده از اواسط دهه 80 با ممنوعیت انتشار آثارش در ایران مواجه شد و به تازگی بعد از گذشت حدود 10 سال مجموعه ای از اون به نام در حضور همه دوستت دارم مجوز چاپ گرفته. مریم حیدرزاده فارغ التحصیل حقوق قضایی از دانشگاه تهرانه. پدرش بازنشسته ارتش و مادرش هم کارمند بوده، ولی به خاطر نگهداری از مریم مدت هاست که فعالیت بیرون از منزل نداشته. مریم حیدرزاده گفته مشکل چشم من آب مروارید بود. از 1.5 سالگی تا 3.5 سالگی حدود 3 بار چشمام رو جراحی کردم. با اینکه به یک چشم پزشک پروفسور مراجعه کردیم، اما توی عمل جراحی اعصاب پشت چشمم قطع شد و ارتباط شبکیه با مغز از بین رفت و این یک خطای پزشکی بود و من بیناییم رو کاملا از دست دادم. مریم حیدرزاده خالق ترانه نفرین، یعنی اولین قطعه اولین آلبومیه که به صورت زیرزمینی با نام محسن چاوشی پخش شد. مریم حیدرزاده درباره نگاه نفرت انگیزی که توی این کار به مشروق داشته میگه این ترانه بر اومده از اتفاق کاملا شخصیه که توی سال 79 برای من اتفاق افتاد و این ترانه کمترین کاری بود که بعد از یک شکست وحشتناک از دستم برمیومد. البته دیگه اصلا مهم نیست و الان خوشحال و توی کتاب اخیرم هم نوشتم از همه کسایی که از زندگیم رفتن متشکرم، چون اگه نمی رفتن اون کسی که بنا بود بیاد هرگز نمی اومد. کلاس 5 ابتدایی که بوده دوست داشته پزشک بشه، ولی توی دوره دبیرستان تصمیمش عوض شده. توی دانشگاه رشته حقوق خونده به اصرار خانواده، ولی اصلاً اون رشته رو دوست نداره. فوتبال و اسکی ورزش‌های مورد علاقه‌شن. مریم حیدرزاده یه پرسپولیسی دو آتیشه است. گفته شدیداً طرفدار پرسپولیسم و پرسپولیسی‌ها رو دوست دارم، ولی متعصب‌ترین اونها علی انصاریانه. علاقم به پرسپولیس در حدیه که توی بازی‌های مهمشون من به اردوشون میرم. من به جز برنامه 90 و بازی‌های پرسپولیس برنامه‌های دیگه‌ای نگاه نمی‌کردم و بین خوانندگان هم کارهای آقای خواجه امیری رو خیلی دوست دارم، چون خیلی می‌پسندم صداشون. مریم حیدرزاده گفته من اولین دختر بعد از انقلاب بودم که با مجوز و قانونی تونستم این کار رو انجام بدم. اون زمان دکلمه زیاد مرسوم نبود. درسته که آلبوم های استاد شاملو رو با آهنگسازی زنده یاد بابک بیات داشتیم، اما کمتر به زبان محاوره و مردم ترانه به صورت دکلمه اجرا می شد. اگه اشتباه نکنم هر اتفاقی هم که به وجود اومده بعد از اون بوده. شایدم آدم های اون دوره نسبت به الان خیلی با احساس سر بودن. به نظرم مثل یه پازل همه این موارد کنار هم قرار گرفت که آثار من شنیده بشه. متاسفانه 8 سال ناعادلانه من رو حذف کردن. رشته دانشگاهی من حقوق قضایی بود و با وجود اصطلاح همه در برابر قانون یکسانن، توی اون دوره همه در برابر قانون یکسان نبودن و اون ایرادهایی که به من گرفتن و میتونستن به خیلی های دیگه بگیرن. به من گفتن شما با خواننده های خارج از کشور کار کردید. خیلی ها با اون خواننده ها کار کرده بودن و اسامیشون توی تیتراژ های سریال های ماهرمزون تلویزیون هم دیده میشد. اگر همه در برابر قانون یکسانن، باید اون اتفاقی که برای من افتاد برای بقیه هم میافتاد، که اینطور نشد. توی سینما و تلویزیون هم پیشنهادهایی برای بازیگری داشتم که به علت اون محدودیت ها اجازه نوشتن نام من رو در تیتراژ نداشتن. منم گفته بودم که اسمم برام مهمه و هیچ کدوم از اون کارها به سرانجام نرسید.
مریم حیدرزاده که بعد از سالها دوری با انتشار آلبومی از دکلمه‌هاش و برگزاری نمایشگاهی از نقاشی‌هاش به فضای هنری ایران برگشته، معتقده 8 سال به صورت ناعادلانه حذف شده و کنار گذاشته شده و تو این 8 سال مورد بی‌عدالتی قرار گرفته. ولی خب مریم حیدرزاده توی این دوره وجهی دیگه از توانایی‌هاش رو در معرض نمایش گذاشت. اونم چی بود؟ نقاشی. نقاشی به عنوان یک شاعر نابینا که میتونه کنجکاوی خیلی ها رو بر بیانگیزه. خود شاعر درباره این جنبه از کارش میگه: ایده هام توی نقاشی هام کاملا ذهنیه. در حقیقت میتونم بگم که توی نقاشی هام حس اشعارم رو میکشم. وقتی که بچه بودم چشم هام میدید. این رو دقیق به یاد دارم. حتی به یادم هست که پلنگ صورتی رو با عینک ذره بینی میدیدم و اون رو به خوبی توی حافظم دارم. از تصاویر دیگه‌ای که توی ذهنم مونده رنگ قرمز دستگل عروسیه. پس رنگ‌ها در ذهن من تعریف دارن. در حقیقت مشکل چشم من فقط آب مروارید شدید بود که چند بار هم چشم هام رو عمل کردم و متاسفانه توی 3 سالگی آخرین جراحی منجر به نابیناییم شد. اما داستان حسرت نقاشی به جای دور برمیگرده، به روزهای 3 سال و نیمی، وقتی که دوستان پدرم برای من یک بسته آبرنگ سوغاتی آورده بودن. اون موقع خیلی ذوق و شوق داشتم که آبرنگ رو باز کنم و باهاش نقاشی بکشم. ولی بعد از اون عمل جراحی حسرت نقاشی تا همیشه با من موند، قد کشید و بزرگ شد. هیچ چیزی هم اون جای خالی رو پر نکرد. اون حسرت همیشه همراه هم بود و همیشه هم از این حسرت میگفتم. تا اینکه 8 سال پیش استادی بهم گفت به جای اینکه مدام از حسرت نقاشی بگی بهتر شروع کنی و نقاشی بکشی. و این چیزی شد که اون کودک 3 ساله بعد از چند سال حسرت بالاخره بسته آبرنگش رو به دست گرفت. همیشه مادرم تعریف میکرده که از 3-4 سالگی جملاتی میگفتم که آخرشون هم قافیه بودن. البته خودم که زیاد یادم نمیاد، ولی از 8 سالگی و از کلاس دوم شعر میگفتم و به کمک معلمها اونها رو تصحیح میکردم. شروع کار حرفه‌ای من از سال 75 با یه برنامه تلویزیونی به نام با تراوت به کارگردانی آقای کاشانی بود. اجرای بخش ادبی این برنامه با من بود. بعد اولین کتابم به نام پروانه‌ات خواهم ماند در اردیبهشت 77 منتشر شد. سال 78 کتاب مال من تمام من، سال 79 تقصیر من نبود، سال 80 مجموعه نامه‌های عاشقانه، سال 81 با تو یا هیچ کس، سال 82 دیگه میذارمت کنار، سال 83 مجموعه نثر این نامه هایی که پاره کردی و پاییز 83 کتاب اون یکی رو جز من به چاپ رسوندم. انتشار کتاب هام به پیشنهاد آقای کاشانی کارگردان برنامه با تراوت بود. وقتی استقبال از این برنامه رو دیدن خیلی اصرار کردن که کتاب هامو منتشر کنم. بعد از اون هم پیشنهاد کردن چون سبک خوندنت با سبکهای دیگه متفاوته بهتر اشعارت رو بخونی و صداتو ضبط کنی که اینطوری مخاطب بیشتری پیدا کنی. من هم اشعارم رو در مثل هیچکس اولین کاستی بود که دکلمه کردم و سال 80 دومین کاستم به نام به خاطر تولدت رو با آهنگسازی فریبرز لاچینی که فقط دکلمه من بود رو منتشر کردم. روی این مسئله تعصبی ندارم که کدوم خواننده اشعار من رو بخونه، ولی هر کس صداش قشنگتر باشه و با اشعار من ارتباط برقرار کنه من باهاش همکاری میکنم. تنهاییمو خیلی دوست دارم چون میدونید که اکثر شعرها عاشق تنهایی هن. منم عاشق تنهاییم چون هر چیزی که خلوت آدم رو به هم بزنه و من رو اذیت کنه ازش بیزارم. تنهایی نعمت بزرگیه و اکثر شبها شعر میگم چون با سکوت شب خیلی سازگارم. ترجیح میدم موضوعی رو که در خلوت خودم و در تنهاییم به ذهنم رسیده رو بنویسم تا چیزی که بهم پیشنهاد میشه. درسته چیزی که به آدم پیشنهاد میشرم راحت میشه نوشت، ولی چیزی که خودش به ذهن آدم اومده دلنشین تره. برعکس همه از فصل بهار بدم میاد و عاشق پاییزم، اما ماه اردیبهشتم دوست دارم. گل سرخ و رنگ قرمز رو خیلی دوست دارم و از رنگ آبی متنفرم. از سفر کردن خوشم نمیاد مگر اینکه مقصد کره ماه باشه. خیلی احساساتی و هیجانیم و به عشقی که دارم خیلی حسود و انحصار طلبم و توی بدترین شرایط هم نوشتن آرومم میکنه. فوتبال، اسکی، ورزش‌های مورد علاقمه. شدیداً طرفدار پرسپولیسم و همه طرفدارای پرسپولیس رو هم دوست دارم. از تیم‌های خارجی هم منچستر و رئال مادرید و میلان ایتالیا تیم‌های خوبی هستن و بازی‌هاشون رو خیلی دوست دارم.
بهترین فیلم به نظر من لیلا ساخته داریوش مهرجوییه. بیشتر فیلم هایی که ساخته میشن فیلم های خوبی نیستن. بازیگرهای مورد علاقم لیلا حاتمی، علی مصفا و محمد رضا فروتنن. مرسی از این که تا این لحظه مثل همیشه با ما همراه بودید. لطفاً نظرات خودتون رو زیر همین ویدیو با ما به اشتراک بذارید.